قاشو قاطی مرغاشو. به بندر مستر و لاشی تنت کتک کتک میخواد. به این وقت ساعت اگه نگی بردم غلط کردم همین چه انقم میزنم اتباب اونجا چیک میشنم چه من همینه میکنم نفس کشیدم یادت بره انقدر میزنم از که باز نمیشنم اون همه که تو کار منه میفهمی اون همه زندگی منه عمر منه نفس منه برم بگیرم حالا همه ما رو گرفته خفشو که صفت لاتونی ده بین چانس رو بردی هر اوزاده بی پدر مادر نفعی دیگه میگم برم اون همه زندگی منه همه کس منه سالها پیش که کودک بودم سر هر کوچه کسی بود که چینی ها را بند می‌زد با سالها پیش که کودک بودم سر هر کوچه کسی بود که چینی ها را بند می زد با عشق و من آن روز به خود می گفتم آخرین هم شد کار ولی امروز که دیگر خبری از اون نیست نقشه یک دل که به روی چینیست ترکی دارد و من در به در کوه به کوه در پی بند زنی میگردم در به در کوه به کوه در پی بند زنی میگردم تو نباید اینجا زندگی کنی باید از اینجا بری تو دیوونه ای اگه اینجا بمونی دیوونه ای تو از همه دخترهای بالای شهر خوشگلتری جذابتری زرنگتری برای چی باید اینجا باشی؟ باید بری جایی که دوست داری زندگی کنی جایی که دوست داری جایی که دوست داری جایی که دوست داری چه ترزا؟ میشه از اون رو صبحونه آرایش نکنی؟ میشه وقتی رفتی بیرون توی اونو بالا شهیجا بشین این کار بکنی؟ میشه؟ کجا بشینم این کار بکنم؟ تو تاکسی یا تو اتوبوس؟ یه جایی بشین که هیچ کس نمینده تو پارک تو پارک هیچ کس نیست؟ وسط یه مش آدم؟ حالا واسه چی؟ واسه اینکه نمیخوام دوستان تو رو این شکلی ببینم ببینم حالا الان همه همین شکلی میگرد اینجا این شکلی نمیگردن لیلا اونجا میگردن اینجا هر کی این شکلی بگرده بهش میگن زیزی گلو کفرمو در نیار من زیزی گلو نیستم میتونی رو بفهمی؟ دوستام نمیتونم بفهمن تو میتونی بفهمی؟ میتونی؟ نه نمیتونم طاقت بیارم قرصتو گذاشتی زیر زبونه؟ نه
اونجا نیست. آی دفتر کجاست این قوز؟ مامان ساعت رفتم تو کوچه، نیم ساعتم نیست رفتم. وقتی هم رفتم حالش خوب بود. حالا حالش خوب نیست. همینجا بمون تنهاش نذار. من پلوش باشم براش چه فایده‌ای داره؟ این درد لامصب عین زلزله میمونه. وقتی که میفته به جونش میمیره و زنده میشه. دیگه خسته شدم. قصه نخور. این ما هر جوری شده میخوابونیم عملش میکنیم. لیلا صبر کن. این چیه دیگه؟ دعاست مادر. بذار گردنت باشه. میشه خواب دیدی من مردم؟ نمرده بودی. خواب دیدم پریشون بودی. خواب زن چه با حال داری؟ وای کار خرم از این! خلقت تایی نکن بانو. رگا! آده! تو اینجا چی میکنی؟ دیرو از نشه اونجا خیسته بچه دیشب نایمده خونه دیوونه دیشب که اصلا اوراق بودم تو پاپام تک میزن داتاقان زده بودم منو میدیدی گیری پاچ میکرد لپا بردی معلومه حسابی اونجا بهت ساخته جونه من این که بهت قول دادم زیر قولم هم نزدم 8 ماه و 18 روز لب نزدم جون خودت گیرت نایمد 8 ماه و 18 روز لب نزدم گیرم نایمد گیره اومد خوبش اومد هر جا پول باشه همه چی هست اتفاقا یه خرپولی هم خرجم بود هر شب موقعا همه چی پول خرج میکرد یه شب هم خرید خارجیشو خرید ریخ برام گفت بخو گفتم نه نمیخورم قول دادم نمیخورم قول به کی دادی؟ گفتم گفتی به کی؟ گفتم چطه؟ اما دلخوری؟ سرحال نیستی؟ بابام حالش خوش نیست عمل میخواد خب اینا رو میفروشم اون لگنه میفروشم عملش میکنی قصه داره؟ بی خود نمیخواد ماشین تو بفروشی 7-8 تا میخواد چقدر؟ 7-8 تا سلام سلام میگم بی خودی نهی به خاطر پول خودتو خرج کنی یا؟ شب چی کار میکنی؟ شام میای خونه؟ حرف ما جواب نداشت بای بای Thank you.
کیو نشناختی شما؟ وای من آرزوم بوده همیشه شما رو ببینم. تو رو خدای خودکار بده. والا من یه خودنویس دارم اگه به درد خوبه خوبه خوبه. ببین برای من اینجوری امضا بزن. تاریخ هم بنویس بنویس برای روزیتا. امضا؟ بابا امضای من به درد شما نمیخوره که. اختیار داری من خیلی دوست دارم. همه فیلماتو دیدم. عاشقتم اصلا. خیلی بامزه ای. ببین شما اشتباه کردی. من اصلا بازیگر سینما نیستم. خدای من بچه‌ها به هم شبیه. به کی شبیه ام؟ من شبیه کیم؟ اینه همین. هنرجی چاقه دیگه. ولی شما حالتون خوبه؟ بله چطور مگه؟ چیه؟ نکنه فکر میکنی بامزه تری؟ معلومه خیلی بامزه تره. خیلی پررویا. خوشم اومد. از چی؟ از اینکه منو گذاشتی سر کار. بخند باز چی؟ نه یه خورده بخند. وقتی میخندی خیلی خوشگل میشه. ببینم واقعا اسمت روزیتاست؟ نه. اسمت چیه؟ فرشته. خونتون کجاست؟ فرشته. ببین این کارت منه، اگه دوست داشتی بهم زنگ بزن. دوست دارم غیر از اینجا یه جای دیگه هم ببینم. شهید فرشته. خدافیز. میبینم ایت. بعد تشکیب گرید. قربون قدم. خوشحال شدم. با کی کار داریم؟ این کوپولی که الان اینجا رفت. اینجا چی کار هست؟ همه کاره. خیلی پول داره؟ مأمور مالیاتی. به تو چه داره یا نداره؟ به چی دیگم به کسی نمیگی؟ چی رو باید به کسی بگم؟ من چه میدونم چی میخوایی بگی؟ آخه من با این یه سر پیش رفتیم کافی شاپ قهوه خوردیم. خب. بعدش هم با هم تو پارک قدم زدیم. خوردی و زدی به من چه مربوطه؟ یه اسمی من گفته، میخوام بدونم راست گفته یا نه. آقا علی کلک نیست، حالا چه اسمی رو بهت گفته؟ همین دوست دار. اسم خودش. Thank you.
سلام. شناختی منو؟ فرشته، دختر خیابون فرشته. آفرین، خیلی باهوشی ها. امروز تو مترو چیزی گم نکردی؟ تو پیدا کردی؟ بله، افتاده بود اونجایی که وایساده بودی. مرسی. من مسیرم خیابون فرشته است، اگه بخوای میتونم برسونم. الان که زوده برم خونه، میخوام برم یه جوی بشنم یه چیز بخورم. تنهایی؟ نمیدونم. تو با اسامی غذاهای ایتالیایی آشنا هستی؟ ما زیاد میایم اینجا. من امشب میخوام فتوچینی کاربونارا بخورم. آفرین، بهترین غذا رو انتخاب کردی. منم همینطور. تو تا فتوچینی کاربونارا؟ بله. مال من الدنته باشه. شما چی؟ برا من. نوشیدنی؟ یه مشک. یه کوکا یا آمدنی. سالاد؟ فصل. یه سالاد فصل دو نفره. مرسی. چکرم. همیشه دیگه. تو چند سالتی؟ من 25 سال و 5 ماه و 5 روز. تا چی؟ 44 سال و 4 ماه و 4 روز. ازدواج کردی؟ نه. تا چی؟ زن داری؟ داشتم. مرد؟ کاش میمرد. طلاقش دادی؟ مرسی. تو کجا کار میکنی؟ مجله. خبرنگاری یا نویسنده؟ هر دوش. هر دو؟ آخه تو خانواده ما همه نویسنده. مامانم شاعره، بابام و بابا بزرگم و عموم و اینا هم همه نویسن. داستان؟ داستان و رمان و... اسم داستانشون چیه؟ آخرین کتاب بابام اسمش سالاد فصله. سالاد فصل؟ آره، داستانش خیلی قشنگه. درباره چیه؟ قصه دختریه که خانواده روبرایی نداره. بعد باید خرج خانواده‌شو دراره و دیگه میزنه تو کار دزدی و باباش هم قلبش درد میکنه، میخواد عمل کنه. بعد این وسطو خلاصه میخوره به توره یه خربون. حالا چرا سالاد فصل؟ بله. من دارم با یکی از دوستام توی یک روز رستوران شام میخوریم. مرده. یه مرد لاغر مردنی دندون خرگوشی. حالا شناختنش چه فایده‌ای برای تو داره؟ ببین، وقتی ما از هم جدا شدیم قرار شد دیگه تو زندگی هم دیگه دخالت نکنیم. آخه برای چی میره رو اعصاب من؟ ببین، من حتی یه دقیقه هم نمیتونم تو رو تحمل کنم، میفهمی؟ حتی یه دقیقه هم نمیتونم. ما متاسفانه باید شام نخورده بریم. نمیخوام اون تو رو با من ببینه. زنت بود؟ را بیار بریم. باشو. خب اگه بخوام دوباره ببینمت همینجا بیام دنباله؟ نه اصلا، بابام پدرم رو در میاره.
بهم زنگ بزن. شماره حفظ میکنی؟ 912-125-55-66. خیلی خوب خوب بابا، یک کسی دیگه ای گوشی رو برداشت، بگم با کدوم فرشته کار دارم. لیلا. لیلا؟ لیلا سازگار. باره دیگه خره خیکی. لیلا آفرم نسوزی آفرم دارم این تره که آرینا آی خاله این ماس مسکه کجاست؟ من آب اینا رو بگیرم. چیه؟ آب رو من قاطی کردی؟ آی اصلا میلنگم به کرجا در رفته. من اینجا بوش با صد لیمو گرفتم. دست درد نکنه. خاله آخه تو کی میخوای باش حرف بزنی؟ حرف بزنم بابا، امروز میخواد تو دستیان دو فرزاد کباب بخوری. گفتم اونجا بهش میگم چایید دیگه. وقتی سرماخوردگیش خوب شد باش حرف بزن. چشم من میترسم. چشم از چی میترسی؟ خاله از چی میترسی؟ از عاقبت کارهایی که میکنه. داره خودشو به خاطر ما با آب آتیش میزنه. بابا میگم یه دفعه به حرف ما بکن، بشین تو خونه تا زمانی که این لامصب این تو داره طلاق طلوب میکنه، من با این لگن هی میرم چهارسو برمیرم، چهار دفعه میرم چهارسو برمیرم خرشو در میرم. تو کجا را افتادی؟ این به ما بگه بله لازم نکرد. با این قلب خراب اگه سرما بخوری بیچاره میشی. فقط یه دقیقه زیاد نزدیک نمیشم سرما بخورم، با میسم دور نگاه میکنم. بابا نیا. بابا جو میگیری بگه. سامنه نه نه نمیخواد برگرد. الو سلام. سلام خوبی؟ نه چیزی نیست، یه خود سرما خوردم. تو چطوری؟ نه نمیخواد، دکتر اومده خونه منو دیده، دیگه ویتامین و شیر و آب پرتقال و اینا انقدر مامانم بهم داده دارم خفه میشم، یه خود باید استراحت کنم. فقط تو برنامت چیه؟ نه 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 من یه خورده یه ساعت استراحت کنم حالم جاست. آره آره میتونم بیام. اصلا باشه. اوکی باشه، خدافظ. همه شما خوب؟ Thank you.
تو چیکار میکنی؟ چیه؟ انتظار دیدن منو جلوی معشوقه جدید نداشتی؟ خفشو کسافت. من خفشم جلوی زنی که خوب زبون در آوردی هار شدی یا؟ آی خانم ببین چی میگم. فکر ازدواج با این حیوان از سر بنداز بیرون. این حیوان زن بچه داره. منم زنشم. ازشم نمیخوام طلاق بگیرم. فهمیدی چی گفتم؟ با من صحبت. من تو حرف ندارم. من بزن چرا ببینم ببین. این آدم نیست، انسان نیست، عاطفه نداره. مریضه. صداتو بیار پایین. اون تو رو نمیشناسه. بنابراین یک کار نکن که بفهمه تو آنورمالی. میفهمی؟ آره من دیوونم، من مریضم، من پستم، من بدبختم، من بیچارم. ولی تو پستر بدبختر از منی. درسته من دیوونم، من مریضم. ببین من و تو داریم به خوبی و خوشی ازم جدا میشیم. بنابراین مشکل درست نکن. اگه منو بخوای ببری دادگاه من خودم رو میکشم. مسخره بازی در نیار. اون اسباب بازی هم بذار تو اون کیفت. این اسباب بازی نیست، خیلی هم واقعیه. میخوای شکم تو سوراخ کنم بفهمی؟ میخوای؟ میخوای؟ بیماری؟ بله. شب میخوای پیشش بمونی؟ باید بمونم. زنشی؟ خودت شب پیشش بمونی بهتره. موندی حواست به مانیتور باشه. بالا پایین رفت منو خبر کن. هنوز اینجایی؟ نرفتی؟ خواهی برم. زیر سلام بیاره بالا. خوبه؟ ناراحت نمیشه لیوان آب به هم بدی؟ در رو ببند. نمیدونم چجوری از دست این زن مریض خلاص بشم. چشه؟ مهرنگیز بیماری پارانویا داره. آره میدونم. همیشه احساس میکنه آدم مهمیه، به همه کس و همه چیز مشکوکه. فکر میکنه همه آدم ها قصد جونشو دارن. مدام هزیون میگه، هزیون میگه، هزیون میگه. آره خیلی سخت. حالا یه جوری خوب نمیشه؟ دو ماه بعد از تولد رامتین دکتر یعقوبی بیماریشو درست تشخیص داد. اون موقع هنوز بیماریش دوره‌ای بود. اگر اون با دکتر یعقوبی همکاری میکرد احتیاج نبود که تو بیمارستان بخوابه. ولی اون با خودش لج کرد، داروهاشو نخورد. بعد هزیونهای دوره‌ایش به هزیونهای همیشگی تبدیل شد. من و رامتین 3 سال تموم گرفتارش شدیم. رامتین پسرته؟ آره 5 سالشه. پیش توه؟ الان 2 ساله که از من و مادرش دوره. با مادر بزرگ پیر و عصبیش زندگی میکنه. اون اصلا حالت طبیعی نداره. خیلی سرد و بیروهه. اصلا نمیدونه خنده چیه، نمیدونه گریه چیه. میشه یه سیگار بر من بیاری؟ خب کی رفتی؟ گوشی؟ شما به چه حقه اونه اینجا راه دادیم؟ بله خواهی مادرم، خواهی داریم دیمه.
زنت اینجاست. زن من؟ آره. از کجا فهمیدم با اینجایی؟ یعنی ممکنه پارکینگ تا اینجا دوباره ما کرده باشه. حالا از این زنی که منیز هرچی بگه برمیاد. چی کار میکنی؟ ای وای، چرا اینا میکنی؟ ای خدا، حالا شو هجا تو ببینی بگم، تا بهت نگفتم اینجا بیرون نیم. زنی که پیشه دور کجا؟ اینجا بیمارستانه. برو کنار. ازت معذرت میخوام. شما کجا بودی؟ سلامت کو. اگه من نه کجا بودی نمیذارم بری تو اتاق. با کن رضا حسینه نه. اگه بخوای شما بیرون بخوابی، اگه بخوای کثافت کاری کنی. گوش کن نخور. برو کنار. همون روز اول یکش زده بود تو گوشه، شب جرأت نمی‌کرد نیاد خونه. همه شخصی توه. کجا داری میری؟ بیا تو. چرا اونجا بایستدی؟ سلامت خوب. تو پایی دیگه صورت چرا بسوخ شده؟ اینو دعوی شدی؟ با کی دعوی کردی؟ تو نمیخوای لیلا زنت بشه. خب خواستنش که میخوام، اینو خواستنم تنه ایمان که بابا راضیه، مامان راضیه، منم که خودم لیلا زن تو باشه. چی شده؟ چی میخواد؟ چی شده؟ هیچی، فقط دلم گرفته بود. ببین تو یه چیزی در دیده میدونی نمیخوای همه که دستنش کنه شده با کی ریخته رو هم؟ با هیچی هست. دروغ نگوی چیزی نشده و تو صبح به این زودی بلند نمیشه با لیلا که بای خونه هم از گردن در خود میکنم راست شده بکو راست شده من نمیخوام خوهرم تو خیام بگرده نمیخوام شب بیرون بمونه نمیخوام دوستم با سرش حرف بزن حالا این ماشین دوتا در داره از هیچ کنمش پیاده نشو تو من بدون آمی من بدون آمی باکم اینا باکم اینا باکم در باکم در باکم در باکم در باکم چیه؟ باکم قدر یا باکم در باکم در باکم آدیله. خب باشه چیکارش کنم؟ حتما رضا بهش گفته تو دیشب نیومدی خونه. الحمدلله هنوز بابام زنده است. بذار بیفته بمیره بعد عادل بیاد منو سینگیر کنه. اون نمیخواد جای بابات باشه. خودت هم میدونی. چیکار حرف بزنی؟ پاشو برو در واکن در عجب چند. برو یه. یا باکو. کجا بوده دیشب خانم؟ چی؟ خونه نه، من چه خونه خاله؟ خونه خودش خرخوتی خاله خرخوتی روشو سلام
علیکی سلام. جا کجا بودی؟ کجا داری میری؟ من نمی‌بینی. خودتو نزن کجا هستم؟ اول صبحی اوقات خودتو ترخ نکنم. خاله میگم اگه سامنک اگه یه های خودت صدای ما رفت بالا دلگیر نشو هرچی میخوایم از خاطر خودشه نداری میشی برسنم نداری میشی برسنم دایناسور شدی در میشکنی تو چته؟ نفتی بالای شهر بس خودت تپل تایتانیک شدی کردی؟ نه ترس، پیدا کنم اولش میام به تو میگم بس چی با من میگی؟ اگه دل منو بسوزونی؟ بس که بهت بفهمونم اگه زنجیرم پاره کنی ازت نمیترسم کینگ کانگ هم اگه من بترسی؟ تو کینگ کانگی؟ تو جست کینگ کانگا رو میگیری، در میشکونی اگه من این کارو نکنم که تو با این بابای پیزاری و نه دست با چلافتی که یه روزه تو این شهر شلوب نفله میشی من در میشکنم، سر میشکنم، از خاطر خواهد غره از خاطر منه؟ آره؟ من نمیخوام، من نمیگی از خاطر منه، من نمیخوام نمیخوام؟ نه نمیخوام گابی دیگه گاب نمیخوای بفهمی یه دختر تنها تو این باغ باشه یکی بار سرش نباشه سیر جینش کنه یه شب خرابه نه نه خب سر نمیخوام خودم عقل دارم میفهمم چی کار میکنم البته اگه شما کوکچلایی که دور بر من گرفتین بزنی خودم از شر این زندگی نکبتی خلاص کنم خودم عقل از همه بیشتر میرسه اتفاقا عقل از همه کمتر میرسه اگه میفهمیدی بلند نمیشید بری بالای شهر دنبال تاپ تایتانیک پیدا کنی بعد میفهمیدی اونا قاعده دهنتو نیستن غلط کن تو بعد اندازه دهنت دقو برداری من دقو دهنتو نیستم من دهنتو خیلی گنده ترم خیلی اتفاقا اندازه دهن خودمی من درسته قورتت میدم لیلا ببین این پنبر از گوشت بیاد بیرون آدم من مغز خر نخوردم که زن تو بشم تو هم بی پولی هم پیری هم بی وجودی هم بی عرضه ای هم به درد هیچی نمیخوری تو به درد هیچی نمیخوری آدم من میخوام زن یک کسی بشم غلط میکنی غلط کردم او خوبه نمی چی شد یه شد ببخش من دیر من ببخش دیر خود بخشیدی؟ نه؟ خیلی خوب خیلی خوب زن ما نشو من خواهد زن ما بشه ولی اگه خواستی زن یکی از این تاپلا بشی یکی رو پیدا کن که خاطرتو بخواد این من پات بشینه یکی رو پیدا کنه حالتو نگیره نه از دید نکن یه تاپلی که آدم باشه هر موقع یه تاپلی این شکل پیدا کردی بیا سراغ من وقت من خودم از میدارم تو دستش او کردم از و درمسی میگرم بابی کردم هم میرخزم از شکلی نکنی کرد به اسمت فاطمی زهره کنم به اسمت فاطمی زهره این کارو میکنم
خونت خارج شهره؟ چه خسته شدی؟ نه پس اصلا مهم نیست من خسته بشم، تو نباید خسته بشی، یه هفته بعد استراحت کامل کامل کنی. من هر وقت احساس خستگی بکنم میزنم بغل که تو بشینی. خوبه؟ خوبه. موسیقی گوش بدیم؟ آره. فرانسه میدونی؟ آره یک کم. پارسال 8 ماه اونجا زندگی کردیم. خب همه کلماتش میفهمی؟ آره. خیلی خوب نمیتونم حرف بزنم ولی میفهمم چی میگه، یکی یکی حرف میزنه میفهمم چی میگه. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. De s'oublier qui s'enfuit déjà. اسم این خانم لیلاست، دوست خوب منه، اومده اینجا که امروز از من پرستاری کنه، فهمیدی؟ اذیتش نمی کنی، سعی کن که دوستش داشته باشی، خب؟ ای به بعد، لازده، دوست از شانمه، سه چهار سال، بیارم، یعنی قریرنده بیارم، بدونم توی خوبه بزنم. میگه اسم من لادن، 19 سالمه، 4 سال اینجا دارم کار میکنم، کسی رو اذیت نمی کنم، میتونم دوست خوبی برای شما باشم. میدونم یه بپوسم. میگه اگه اجازه بدین من شما رو ببوسم. شما من نه ها، این شما رو ببوسه. برو ببوس. خب لیلا میخواد برای ما شام درست کنه. فهمیدی؟ بهش کمک کن. با لبخونی همه چی رو میفهمه. هر چی میخوای بهش بگو. خب میخوایی؟ آره. این رامتینه؟ آبی حمید اینو خیلی دوست داره. خیلی دوست داره. یعنی چی دوست داره؟ سیلا دوست دارم. دوست دارم. بس دیگه تعطیلش کن. دیگه وقت غذاست. به به. ببینم چیکار کردی. وقتت شده یا نه؟ فقط برای خودت آوردی؟ نه من نمیخورم. من یه گرسنه نیست. شبا شام نمیخورم. رژیمم. من که تنهایی از گلوم پایین نمیره که. اذیت نکن دیگه. میخوای من شکل خودت کنی؟ ببین تمام مردای جذاب دنیا چاقن. اینو به خاطرت بسپار. خب ببینیم که شده. حمید جان. حمید من فکر میکنم تو باید یه سفر بری، یه خورده مخت رو تعطیل کنی. این چند وقته خیلی اعصابت داغون شده. ببین قبل از اینکه من برم سفر، قبل از اینکه مخم باد بخوره، باید یک کار خیلی مهم رو انجام بدم. چیکار؟ بیام دیدن پدر مادرت. واسه چی؟ برای اینکه اجازتو بگیرم. تو که دلت نمیخواد من تنهایی برم سفر. میخواد؟
فردا بیام. من این چیزا رو به تو دروغ گفتم. راجع به پدر مادرم. من همه چیزو میدونم. درباره خودت، پدر مادرت، زندگیت. از کجا؟ گوش کن. خاک تو سرت کنن بدبخت. حالا عاشق یه دختر جنوب شهری شدی. یه دختر دوست بی پدر مادر. میدونی پدرش کارگر بوده، مادرش پرورشگاهی. میدونی توی آشغالدونی پایین شهر زندگی میکنه. اینقدر پست و کثیف شدی که میخوای با دوست کثافت زندگی کنی؟ آره، بابای من کارگره. 30 سال تو کارخونه نساجی کارگری کرده. نه پول داره، نه خونه داره، نه ماشین. مامانم هم پرورشگاهی بوده. بیکسو کاره. خودم نه دیپلم دارم، نه تو مجله کار میکنم. دزدی میکنم. اما تو شکم ننم دزد نبودم. وقتی بابام با حقوق 49 تومن بازنشسته شد، من فقط 17 سالم بود. به غیر از این خراب شدم، هیچ گوره دیگه زندگی نکردم. نه پاریس رو دیدم، نه هیچ خراب شده دیگه رو. زبون خارجی هم بلد نیستم. فرانسه هم نمیدونم. خونمون هم فرشته نیست. تو خیابون سیروس زندگی میکنم، توی خونه اجاره ای. اما واسه فرار از این زندگی هیچ وقت حالا با هیچ مردی نبودم. این در واکو من برم. همه یه حرفاتو گفتی؟ حرف دیگه نمیخوای بزنی؟ کلید اونجاست، بالای اون در. میخوای به ماشین من برو. مجبور نیست اینجا بمونی. فقط وقتی رفتی یادت باشه که اینجا یکی هست که به تو خیلی احتیاج داره. یک کسی که بدبختانه یا خوشبختانه دوستت داره. خیلی دوستت داره. خیلی دوستت داره. یعنی که من کی میتونم بیام خونت؟ همه فکراتو کردی؟ پشیمون نمیشی؟ چند بار بگم نه نه نه. به این من حرفام قطعیه. ازت خوشم اومده، میخوام زنم بشی. مگه اینکه تو نخوای. جواب بده، میخوای یا نمیخوای؟ من الان نمیتونم بگم. خیلی خوب، پس تا وقتی که من میرم تو دفتر رو برمیگردم فرصت داری که فکر کنی. من میرم تو دفتر، در کمد رو قفل میکنم، چند تا نامه رو امضا میکنم و کیفم رو برمیدارم میام. میشه حدوداً 10 تا 15 دقیقه. فقط باید یک کلام جواب منو بدی، آره یا نه. باشی؟ باشی.
میکنی تو؟ کجا داری میری؟ به میگن داری من کجا میبری؟ شلوغ نکن، میخوام باهات حرف بزنم. من حرف ندارم باهات بزنم، چاغوز. اینقدر نزن گوشام کر شد. نگرد ببینم. بس که نمیفهم من چی میگم. نه نگرد ببینم. نگرد ببینم. چی کار میکنی؟ بکنی نرو. میشه دقیقه آروم باشی؟ من نیومدم باهات دعوا کنم، اومدم باهات درد و دل کنم. تو باید به حرفای من گوش بدی. باشی، باید به حرفای تو گوش بدم. خواهش میکنم به حرفای من گوش بده. خب من اذیت نکن. من به کمک تو احتیاج دارم. تو باید به من کمک کنی، میفهمی؟ باید کمک کنی. به من حوصله این دیوونه بازیار ندارم. من دیوونه نیستم. اون بهت دروغ گفته. اون میخواد با کمک تو منو بفرسته تیمارستان پیش دیوونه ها. من اونجا پیش دیوونه ها از تنهایی دق میکنم میمیرم. تو میخوای من بمیرم؟ من هیچی نمیخوام. خودم تو کار خودم موندم. زندگی تو هم هیچ ربطی به من نداره. چرا داره؟ اگه من بمیرم اون راحت تر میتونه با تو ازدواج کنه. تو هم همینو میخوای. لازم نیست بمیری که، میتونه طلاقت بده. طلاق بده؟ من نمیذارم با تو زندگی کنه. من همه چیشو میگیرم، شرکت، ماشین، خونه، اونا همش مال منه. بیچارهش میکنم، مجبورش میکنم با تو همون آشغالدونی زندگی کنه. کاری میکنم که وقتی ازدواج با کثافتی مثل تو، خودم میکشم. اون به تو آسیبی نرسوند؟ نه. حالت خوبه؟ آره. تو را به چی گفت؟ به چی؟ ماشین روشن کن. مستقیم. تکلیف همون باش روشن میکنم. صبر کن. چی کار میخوای بکنی؟ اون حق نداره به تو آزار برسونه. حق نداره. تو قرار زن من بشی. اون باید اینو بفهمه. خب حالا که نمیتونه بفهمه. من بهش میفهمونم. نه، تو این کارو نکن. تو نمیتونی، اون دیوونه است. آره، من ضعیف و ذلیلم، میدونم. ولی چی کار کنم؟ من اینجوری تربیت شدم. من تا به حال زنمو کتک نزدم. تا حالا با خشونت باش رفتار نکردم. چی کار کنم؟ خمیرمایه‌ام اینه. هیچی، بی خیالش شو. بهش فکر نکن. آخه مگه با داشتن این زن دیوونه من میتونم آرامش داشته باشم؟ میتونم به هیچی فکر نکنم؟ میتونم. آجی جون، من فقط تصمیم گرفتم دیگه برم جاده کناره، فقط کار کنم و حال کنم. میخوام موقعم یه خورده هوا بخوره، موتورم روشن شه. هشت ماه و هجده رو رفتیم حبس به خاطر اینکه حالم گرفته بود دیگه. یارو رو ندیدم تو جاده، یارو ولوه چارچراغ کرد، بارونی بود. یهو ما شدیم آدم کش، رفتیم حبس. همش به خاطر اینکه خلقم تنگ بود. اگه میخوای خلقت تنگ نشه، باز بی خیالش بشی، باز قیدشو بزنی، وگرنه زرتت قمصوره. آجی جون، من فقط میخوام همین به بعد با خودم حال کنم. حال مردونه.
این تو میدونی ما با خودمون حال کنیم. بلا لیلا ببینم بلا چی چرا رفتی اونجا؟ خواست که آره با همون بخواهد یا چی بشه؟ با هم دوست شد او مادر کلب دلت نمی باشد حالا شدی؟ خیلی زود با من خودمونه شد اولش که رفتیم گفت من تو با هم رفیقیم منو حمید صدا کن به اسم کوچیک منو صدا کن دیگه منم مجبور شد چی کاره؟ بپرس چی کاره نیکس یه شرکت بزرگ داره برج میسازه نوار وارد میکنه چند تا خونه داره چند تا ماشین داره چند تا ویلا داره چرا خانه میکنه یه عالمه پولم تو پایین داره چند سالشه؟ پیره جوانه؟ ویلا میگه 40 سالشه چه شکلی ها؟ چاقه قیقیه؟ آره پچنم ها؟ نه ماش بلنده قدش هم متوسطه از این ریس سوسولیا داره با سیبی صورتش هم وقتی میخنده با مزه میشه کلا صورت مهربون میاد مشکل نداره خونه کجا یه جای دور خارج شهر 3000 تومان کرایه تاکسی میشه کجا خارج شهر نمیدونم کجا اینه کامل خودش عادت چه اینه که شدی؟ حالا این تاپاره که این قراره بود خواسته داری؟ امچه امچه؟ آن لیلا و از صبح رفتن از صاحب خونه و در همسایه وسایل خیرت و پرت بگیرن بذارن خونه که میاد آبونه به خدا دوست داشتم امشب تو میامدی خواستگاری لیلا بپر بپر تا تا پر نیمده من خونه برو پیش برم خدا حافظ چطوری؟ خوب موتورت رو برایه؟ بله ببین این دفعه برات چی خریدم عینک دکاپریو برای شما ببین چی شد عین تایتانیک بده من اینو برو جلو آینه خودت نگاه کن
تیپ درسته؟ خیلی ممنون، مرسی. رضا چیکارش داری؟ ولش کن. چقدر امشب خوشگل شدی. لیلا من جنی زندگی گندیده خلاص شی. خب تو هم یه زوری بزن. داداش گلم اخواتو با کن. آدم مشغلی تو دیگه اون گندلاته که شیشنایه ترونه داشت حساب میگوردن جوش برست میشدن نیستی تو دیگه کار تمومه مالیدی نکشی دیگه دوره دوره تو نیست دوره تمومه بفهم دولت تمومه دیگه ایش که تو رو با این سیبیل نمیخواد عربدم بکشی نمیخواد زامندارم ورداری نمیخواد غزلم تو خونی نمیخواد دیگه ایش که تو رو خیلی وقت اینجا رو جارو نکردم یک کفشتو بپوش چی شده؟
صبح مامان بابا رو برده بود همون. رضام خونه نبود. من تازه از خواب پا شده بودم. خواستم یه خورده خونه رو جمع و جور کنم، یهو در زدن. فکر کردم تویی. گفتم رضا دوباره اومده اونجا زرزر کرده. دم ده که رفتم صدای زنگ رو شنیدم. زن همونی که دیشب اومده بود خواستگاری من. گریزاری کرده التماس کردم. من در رو شوا کردم. یه سه تا زن ریختن سرم. یادت بهم چی گفته بودی؟ حالا یه مرد پولداری پیدا شده که خاطرم میخواد. مرد خوبیه، دروغ نمیگه. مثل خودت. میخواد زندگی همه ما رو عوض کنه. خرج عمل بابا ما میده، بعض رضا رو سر و سامون میده. واسه ما بابا میخونه میگیره، از زندگی اجاره یک گندیده خلاص میشه. میخواد واسه من خونه بخره، ماشین بخره. اما این زنی که عوضی نمیذاره. نمیخواد ازش طلاق بگیره. نمیخواد بذاره من خوشبخت بشم. نمیخواد بذاره منم مثل بقیه زنان این شهر خوشبخت بشم. تو که میخوای من خوشبخت بشم. عادل کمکم میکنی؟ آره؟ دست راست. همینجاست. در سفیده. گوش کن، بعد رفتن من میپری پشت ماشین، گازش میگیری میری خونه ما. ماشین میذاری پشت در خونه بالا پله ها. بعد میره خونه، هرچی لباس به درد بخور دارم میزنه تو چمدون، درش چفت میکنی، تو تاریک روشن میشینه منتظر من میمونی. اگه تو روشنی هوا اومدم که اومدم، اگه نه دو مرتبه تیز میپری خونه، همه لباس رو میزنه در جاش عینه و اولش. بعد خود میره کجا؟ میره خونت. به هیچ کس هم هیچی نمیگی، حتی به اون تاپله. باشه. آده دست گردنت باشه.
الو، من تو خیابونم، چند دقیقه دیگه میرسم خونه. آره، کجا بیام؟ چی شده؟ این زخمه چیه رو صورتت؟ هیچی، با آبارزا دعوا کردم. برای چی دعوا کردی؟ ولش کن، چی شده؟ چته؟ چرا انقدر ناراحتی؟ نمیخوای به من بگی چته؟ با همه بدیاش، حالا که مرده دلم خیلی براش میسوزه. مرده؟ کی مرده؟ زنم. زنت مرده؟ خفش کردن. کی خفش کرده؟ یه دوست. دو ساعت پیش خیرونسا بهم خبر داد. وقتی رفتم خونش، مامورای کلانتری اونجا بودن. گفتن فقط کار یه دوزده. نمیدونم. دوزده رفته جواهراتشو بدزده، بعد نمیدونم سر صدا کردن، مهرنگیز بیدار شده، اونا هم با متکا خفش کردن، بعدم بدون اینکه چیزی بردارن در رفته. صبحم جنازه‌شو خیرونسا پیدا میکنه. کی فکر میکرد اینجوری بمیره؟ هیچکی از آخر عاقبت خودش خبر نداره. هیچ کس. کس و کارش خبر دارن؟ کسی رو نداره. پدر و مادرش که سالها تو امریکا مردن. نه خواهر داره، نه برادر داره. فقط منو داشت. من و این خیرونسا که کلفتش بود و خانم کاشانی که پرستارشه و هر روز آمپول بهش میزنه. هیچ کسو نداشت، تنهای تنها بود. زندگی بد و مزخرفی داشت. راحت شد که مرد. کی خاکش میکنی؟ امروز میرم آگاهی، اگه اجازه بدن بعد از ظهر خاکش میکنم. منم باهات میام. نه نه، تو برو خونه استراحت کن، به هیچ کس هم هیچی نگو. من شب ساعت 8 میرم اسپاگتی، تو هم بیا اونجا ببینمت. مواظب خودت باش. من رفتم. سرگوش ها بده به این قضیه چیه؟ من تو پارک پشتی منتظرتم. برو دیگه. اونا فهم میکنن شما دو تا آدم کشتین. رضا برو، احمق، برو دوباره خواهی کشونی اینجا.
وایسا برو خونه وایسا دیگه راستش هم من بگو تو عادل دوتایی زدین یه زن گولا رو کشتین خفشو مامورا به مامان گفتن اسمش مهرنگیزه مهرنگیز افشار من اصلا چیکارش نمیشناسم برو خونه رضا اگه نمیشناسی برای چی دست پلیسا داری در میری اگه در منم میافتم زندون میفهمی میافتم زندون چی خرجت کل خرو میده ها چجوری میخوای دیپلم بگیری چجوری میخوای از خود گول بشی برو خونه برو خونه خدا باشو بریم کجا؟ بیا تو ماشین چی شده؟ باید یه چیزی بهت بگم پاشو باید تو رشته بشین همینجا بگو دیگه پاشو اینجا نمیشه فکر منو به هم ریختی من اصلا تصورشو نمیکردم که این کار تو باشه اصلا تصورشو نمیکردم اشتباه کردم آخه تو باید به من میگفتی نمیخواستم ات بگم هنونم مجبور شدم مامورا ریختن تو خونم دنبال عادل میگردم تو که این موضوع رو به کسی نگفتی ها؟ گفتی؟ به هیچ کس پس مامورا از کجا فهمیدن؟ نمیدونم عادل ردی نشونی موقعی قتل از خودش به جا نذاشته؟ نمیدونم تو به عادل خبر دادی؟ نه نمیخواستم تنهایی برم پیشش عادل کجا مخفی شده؟ میدونی؟ توی مسافرخونه تو میدون راهن ما باید سریع بهش خبر بدیم تو آدرس و تلفن مسافرخونه رو داری؟ مسافرخونه بنفشه 375-1661 صبح کن من موبایلمو کجا گذاشتم؟ تو رستوران نذاشتی؟ جابر مزروقی اهل آبادان لنج داری چند سال هم از تو شارجه کار کردی از حالا به بعدم رو دست نمیخوری تو دیگه عادل مشروقی نیستی اسم جابر مزدوری یادت نره حالا با جیب خالی میخوای بری شارجه چی کار کنی نمیدونی خول شدی مرد حسابی لیلا شوهر کرد؟ میکنه یونه فرس مقرا کجان؟ همینجا پایین تو مسافرخونه آره تو چیکار کردی؟ برو برو خواهی کنم بجا برم مطلب کنم Yeah.
اصلا نگران نباش. تو وقتی که با من نمیذارم کسی به دست برسونه. نمیذارم. سر دو تکیه بده به صندلی، چشاتم ببند، سعی کن چند دقیقه بخوابی. چته؟ به غیر از من و تو هیچ کس نمیدونست عادل تو مسافرخونه است. ولی دهی مسافرخونه شلوغ بود. مأموره چند نفر گرفته بودن. پس اونا کی هم؟ نمیدونم. نکنه دوستا و رفقاش بهش نارو زده باشن ها؟ بله، بله خودم هستم. جناب سروان، حکیمی؟ بله بله. من تنها فامیل نزدیکشون بودم. هم زنم بودن، هم دخترم یه نادر. نه خیلی، هیچ کسو ندارم. نه منم اطلاعی ندارم که کجا زندگی بکنن، نه خیلی. نه فقط یه شماره تلفن از این خانم دارم. والا منم به همین نام میشناسم ایشون. اسمن نه. عکسشون رو ببینم شاید. همین الان؟ نه 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 اشکال نداره میتونم بیام. بله بله. از بدون من یادداشت کنم. بله بله همین. بله بله من یه ساعت دیگه اونجا. خیلی ممنون. خداحافظ. چی شده؟ هیچ. دروغ نگو، اگه چیزی نشده بود که این موقع شب ازت نمیخواستن بری اونجا. من اذیت نکن، راستش رو من بگو. میخوان عکسای تو رو عادل نشونم بدن ببینن میشناسمشون یا نه. چی بهشون میخوای بگی؟ من هیچ کسو نمیشناسم. بیا بخور. آرومت میکنی. میتونی راحت بخوابی. طوری شدی؟ سرم که چی میره؟ فکر کنم مال استرابه. یه خود استراحت کنی خوب میشی. بذار من کمکت کنم. تو زودتر برو. دیر میشه، شک میکنم. نگران من نباش، من حالم خوبه. بخوابم یه خورده حالم خوب میشه. برای دیگه خواهش میکنم برو.
که میزنی؟ کی گفته؟ من کشتم؟ مامان مامان گوش کن، من هرچی میگم حرف خودتو میزنی. من خانم افشار رو نکشتم، من اصلا اون شب پیشش نبودم. ببین من ساعت 6 آمپولش رو زدم از پیشش رفتم. سغرا اونجا بود، شاهده، به همه هم گفته. الان مامورا میدونن، آگاهی هم میدونه. مامان چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. ببین اونا نمیخوان منو بگیرن. از همه کسایی که پیشش بودن، از من، سغرا، کلفتش، حمید شوهرش، از همه میپرسن، باید بپرسن. الان قاتل معلوم شده، یه مرد با یه زن کشتنش، هنوز دلیلش معلوم نیست. مامان چرا فکر میکنی من میترسم؟ من نمیترسم، فقط این روزا زیاد حالم خوب نیستم. یکم سرم گیج میره، دلم به هم میخوره، اعصابم خوبه، قرصامو مرتب میخورم. میخورم مامان. مگه نمیخوای زندگی من و تو آرش و شبنم عوض بشه؟ فقط یکم صبر کن، همین روزا زنش میشم. واقعا عاشق منه. دروغ نمیگه مامان، دروغ نمیگه. دنبال کی میگردی؟ احمق، تو اینجا چی کار میکنی؟ چته؟ خلوتتو با معشوقت به هم ریختم؟ تو کی میخوای دست از این دیوونه بازی برداری ها؟ بازی تموم شد. کدوم بازی؟ بازی تو با من؟ ببین تو نمیتونی منو دیوونه کنی. من سه زن دیوونه احمق نیستم. هستی؟ هم دیوونه ای؟ هم احمق! را بیا کنم. بلم کن! کجا دیگه میبری؟ تو باید از تهران فرار کن. باید بری یه جایی گم و گور شی. میفهمی؟ ولم کن بابا، باید از تهران بری، خودتو دم و دور کنی. سرتو بیار پایین. چیه؟ کسی معشوقت از خواب بیدار بشه؟ ببین تو با تلفنی که با آگاهی زدی میدونی چه گندی بالا آوردی ها؟ اونا الان دنبال زنی هستن که بهشون تلفن کرده، میخوان بدونن که این زن این همه اطلاعات رو از کجا آورده. آخه احمق کثافت، وقتی من از تو رستوران بهت زنگ زدم برای چی به من دروغ گفتی ها؟ برای چی به من دروغ گفتی؟ برای اینکه تای بازی رو عوض کردی. قرار ما همچین چیزی نبود. قرار نبود دل به حال این دختره بسوزه. قرار من تو هیچ چیز دیگه بود. قرار من فراموش کنم. همه چی عوض شده. تو بر از سرم فرار کنی. ببین با فرار من هیچ چیز عوض نمیشه. تو معشوقت نمیرسی. اون مرد. تو کشتش. با همون لیوان شریک بهش دادی. یه بلایی سرش آورده باشی میکشمت. میکشمت! بندازت میگم. نفهمیدم من تو رو شکار کردم یا تو منو؟ نمیدونم، بازی عجیبی بود. میخوای بدونی از کجا شروع شد؟ از وقتی که من پرستار زن پولدارش شدم، از وقتی که عاشق من شد. دروغ میگه. بازی از وقتی شروع شد که زنم به خاطر گرفتن مهریش منو انداخت زندون. اونجا بود که تصمیم گرفتم ازش انتقام بگیرم. تو زندون خیلی فکر کردم،
دنبال راهی میگشتم تا از شر این زن دیوونه خلاص بشم، تا اون روز که تو فروشگاه تو وارد زندگی من شدی. با علاقه‌ای که برای نزدیک شدن به من نشون دادی، فکر این بازی تو کلم افتاد. چه کسی بهتر از دختر یک کارگر زمینگیر و مریض میتونست این کارو بکنه؟ دختری که میخواست زندگیشو عوض کنه، طبقهشو عوض کنه، حتما وارد این بازی میشد. برای ورود تو به این بازی از افسانه پرستار زنم خواستم که نقش زن مریض و روانیمو بازی کنه تا تو رو تحت تاثیر قرار بده و دلت به حال من بسوزه. اون شب بعد جوری دلت به حال من سوخت، اما این کافی نبود. باید این بازی اینقدر ادامه پیدا میکرد تا تو مانع خوشبختی تو وجود زن من ببینی که دیدی. از وسطای بازی اون شبی که اومدم خونت، همه چی برام جدی شد. آخه من الاغ عاشق تو شدم. دیگه میخواستم که بازی رو تمومش کنم. همه چی رو دلم میخواست برات تعریف کنم، اما نتونستم. حرفاشو باور نکن، اون داره به تو دروغ میگه. بازی از وقتی شروع شد که این آشغال عاشق من شد، ما دوتایی تصمیم گرفتیم که زن پولدارشو بکشیم. اگه زنش نمیمرد اون هیچی نداشت، اونم مثل من و تو هیچی نداره، بدبخته. هرچی اینجا میبینی مال زنشه. راست میگه، من از خودم هیچی ندارم. این خونه با همه وسایلش ارثیه دخترموی ناتنیمه که بدبختانه زنم بود. من الان هیچی نمیخوام، نه خونه نه ماشین. حاضرم همه اینا رو بدم، ولی تو پیشم بمونی. تو شدم به نگر که مرا تا کجا کشاندی. عاشق روی تو شدم تو که جان مرا به لب رسان. ای با تو بودن حسرت دیرینه من، ای راز عشقت تا ابد در سینه من. ای با تو بودن حسرت دیرینیم، ای با تو بودم حسرت دیرینیم.
تو بریدن خیلی سخته نازنین، به تو رسیدن خیلی سخته نازنین، از تو بریدن خیلی سخته خیلی سخته نازنینم، به تو رسیدن خیلی سخته.